سرخط خبرها. پیروزی تاریخی بوریس جانسون در انتخابات پارلمانی بریتانیا. حزب کارگر بدترین شکست خود را در 80 سال گذشته تجربه کرد. قمار برگزیتی آقای نخست وزیر نتیجه داد. بریتانیا در راه خروج از اتحادیه اروپا تا یک ماه و نیم دیگر. درخواست نماینده سوئد از پارلمان اروپا برای یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه در ایران. و دوتار ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت شد. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. پیروزی تاریخی برای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا رقم خورده. پیروزی که نقشه سیاسی کشور رو زیر و رو کرده. همزمان شکستی بزرگ برای حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین، شکستی که در 80 سال گذشته بی سابقه بوده. مردم بریتانیا در انتخابات سراسری دیروز نشان دادند که مایلند هر چه سریعتر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. سران اتحادیه اروپا محتاطانه به نخست وزیر بریتانیا تبریک گفتند. این پیروزی دست آقای جانسون رو باز میکنه تا خواسته های حزب محافظه‌کار رو به راحتی در پارلمان پیش ببره. آقای جانسون بعد از پیروزی گفت میکوشه تا منافع تمام مردم بریتانیا رو تامین کنه. رئیس جمهوری آمریکا هم با استقبال از پیروزی آقای جانسون گفته که حالا فضا برای رسیدن به یک توافق تجاری بین دو طرف مهیا شده. در اولین دقایق مشخص شدن آرا، ارزش پوند در مقابل دلار 2% افزایش یافت. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در دانینگ استریت لندن با ماست. بهرنگ، میدونم که همچنان منتظر هستیم که آقای بوریس جانسون از دفتر کارش بیرون بیاد صحبت بکنه. باید منتظر چه باشیم؟ او پیشتر که صحبت میکرد گفت که طلوعی تازه در پیشه و اینکه او دولتی که تشکیل خواهد داد دولتیه برای همه مردم. به هر حال بوریس جانسون با سابقه‌اش به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحصیلاتش در ادبیات باستانی، کسیه که خیلی خوش صحبت و خوش قریحه و خوش سخنه. حالا این در واقع طلوع تازه برای بریتانیا، اینکه معنیش از نظر آقای جانسون چیه، ظاهرا بیشتر اشاره به خروج از اتحادیه اروپا داره، اشاره به برگزیت. آقای جانسون میتونست دو سال و نیم دیگه نخست وزیر بمونه، اما تصمیم گرفت که تلاش کنه یک انتخابات زودرس برگزار کنه، مجلس رو زود منحل کنه که بتونه به اکثریت قاطعی در مجلس برسه و به این خواستش هم رسید. نکته جالب اینه که اگر نتایج انتخابات دیروز رو با دقت بیشتر نگاه کنید، میبینید احزابی که وعده برگزاری همه پرسی دوم در مورد خروج از اتحادیه اروپا داده بودن و کم و بیش طرفدار موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودن، اگه آرای اینا رو جمع کنید 52% در مقابل 48% آرای احزابی از جمله حزب حاکم محافظه‌کار که خواهان خروج سریع بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. اما چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که اکثر اون 48%، یعنی 43% از اون 48% به حزب حاکم محافظه‌کار رأی دادن، ولی اون طرف آرا بین احزاب مختلف تقسیم شد. رأی حزب اصلی مخالف حزب کارگر نسبت به انتخابات دو سال و نیم پیش 8% کاهش پیدا کرد و همین باعث شد که بوریس جانسون بتونه یک اکثریت قاطعی در پارلمان بریتانیا به دست بیاره و حالا میتونه یک ماه و نیم دیگه طبق وعده‌ای که داده بوده بریتانیا رو از اتحادیه اروپا خارج کنه. برنگ، آقای جانسون غیر از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه مسائلی رو در دست داره؟ یعنی اولویت‌هاش بعد از برگزیت چیه؟ راستش رو بخواییم، برنامه انتخاباتی که حزب محافظه‌کار در این انتخابات ارائه کرد خیلی برنامه پرملاتی نبود.
در واقع هرچی حزب اصلی مخالف حزب کارگر تک تک مشکلاتی رو که بریتانیا در سالها و حتی دهه‌های اخیر باشون مواجه بوده همه رو آورد توی این برنامه انتخاباتیش، برای هر کدوم یک مقدار زیادی پول و بودجه اختصاص داد، قول داد که مثلا شرکت‌های آب، شرکت‌های قطار، شرکت برق و گاز تمام اینا رو مثلا دوباره ملی میکنه، زیر بار بخش دولتی میاره و تلاش میکنه اینجوری قیمت‌ها رو پایین بیاره، بودجه زیادی به آموزش و بهداشت اختصاص میده. در مقابل برنامه‌ای که حزب حاکم محافظه‌کار ارائه کرده، اگه برگزیت رو بذاریم کنار، خیلی برنامه کم و کوچیکیه. گفته که مثلا تعداد پرستارایی رو که در نظام بهداشت ملی بریتانیا استخدام هستن، تعداد اینا رو بالا میبره، تعداد ماموران پلیس رو بالا میبره، ولی تقریبا 3-4 تا برنامه جدی بیشتر نداره و همون تمرکزش روی برگزیت بود و در نهایت تونست رو با همون شعارهاش در مورد به سرانجام رسوندن برگزیت در واقع آرای لازم رو کسب کنه. برنگ اگه یک در واقع نگاهی هم بندازیم به اتفاقی که برای حزب کارگر افتاده، اونها عملا بیشتر به سمت چپ رفتند، جرمی کوربین حزب رو به سمتی برد که در نهایت کم و بیش میشه گفت به پرتگاه الان انداخته، و اونا چطور میتونن از بعد از در واقع آخرین نخست وزیر اونها تونی بلر که در قدرت بوده و بعد از او البته به شکل در مدت خیلی کوتاه گوردون براون، این حزب نخست وزیری که انتخاباتی رو برده، بله انتخابات رو برده، حزب در واقع نماینده دیگه قوی نداشتن و نتونستن داشته باشن که مردم به اونها اقبال داشته باشن. چه برنامه‌ای فکر می‌کنی اونها باید داشته باشن؟ این جرمی کوربین رهبر حزب کارگر گفته که در روزها و هفته‌ها و شاید حتی ماه‌های آینده این حزب بررسی می‌کنه که چرا شکست خورد. یه نکته جالبی که هستش اینه که اگر انتخابات بعدی 5 سال دیگه باشه، طول نیم قرن حزب کارگر فقط یک رهبر داشته که در انتخاباتی برنده شده، اونم تونی بلر بوده. ببین، دلایل مختلف و متنوعی باعث احتمالاً شکست حزب کارگر شد. یکیش بحث این موضع نامشخص و مبهمش در مورد برگزیت بود، یکیش بحث این بود که در واقع اتهام‌های در مورد یهودی ستیزی و برخورد نکردن با یهودی ستیزی در این حزب زده می‌شد، یکی هم بخشش این بود که بخشی از رای دهندگان سنتی این حزب که خیلی ملی‌گرا هستن، امنیت ملی براشون مهمه، خیلی از شخصی مثل جرمی کوربین که خیلی صلح طلب، حتی خواهان برچیده شدن سلاح‌های هسته‌ای، خیلی با این شخصیت ارتباط برقرار نکردن، بعضیشون موندن خونه، بعضیشون حتی برای اولین بار در عمرشون به حزب محافظه‌کار رأی دادن. در نتیجه حزب اصلی مخالف باید بشینه فکر کنه که این ائتلافی رو که داره بین طبقه متوسط تحصیل کرده شهری در شهرهای بزرگی مثل لندن و اون رای دهندگان سنتی طبقه کارگرش در شهرهای کوچکتر سابقا صنعتی در مرکز و شمال انگلستان، چه شکلی میتونه این ائتلاف رو حفظ کنه. به خاطر اینکه آقای کوربین اون بخش شهرنشین و لندن نشینش رو حفظ کرد، ولی بخش دیگر رو از دست داد. اگه یه نفر دیگه بیاد روی مثلا اون بخش هواداران این حزب تمرکز کنه، ممکنه این بخش رو از دست بده. مثل خیلی از احزاب چپ میانه دوباره در کشورهای دیگه اروپایی هم با این مشکل مواجهن، حزب کارگر هم در بریتانیا با همین مشکل مواجه شده و ممکنه تا چند سال طول بکشه تا راه حلی براش پیدا کنه. ببینید، اولا اگه یه نگاهی هم به وضعیت حزب ملی اسکاتلند بخوایم بندازیم، اونها تونستن کرسی‌های بیشتری رو به دست بیارن، وضعیت خیلی خوبی رو پیدا کردند و بدترین زمان هست برای آقای بوریس جانسون برای اینکه او میخواد بریتانیا رو از اتحادیه اروپا خارج بکنه، در حالی که اسکاتلند میخواد در اتحادیه اروپا بماند. ببین، این نکته درستیه، ولی مسئله اساسی برای حزب ملی اسکاتلند اینجاست. پارلمان اسکاتلند نمیتونه تصمیم به برگزاری
انتخاباتی درباره استقلال از بقیه بریتانیا بگیره. این اختیار دست مجلس بریتانیاست، دست اصطلاحاً وستمینستره، و اگر 5 سال پیش یک همچین همه پرسی برگزار شد به خاطر این بود که در اون زمان دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا یک قراردادی، یک تفاهم‌نامه‌ای با وزیر اول وقت اسکاتلند امضا کرد که این اختیار برای یک بار به پارلمان اسکاتلند واگذار شد که یک همه پرسی درباره استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار کنه. حزب محافظه‌کار تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه برگزاری یک همه پرسی دیگه برای استقلال اسکاتلند نمیده، و حزب SNP هم به تنهایی نمیتونه حتی اگر همه کرسی‌های پارلمان اسکاتلند یا همه کرسی‌های اسکاتلند در پارلمان بریتانیا رو کسب کنه، نمیتونه در واقع مجبور کنه کسی رو به برگزاری این همه پرسی تا وقتی که نصف به علاوه یک نماینده های پارلمان بریتانیا بهش رأی ندن. در نتیجه ممکنه یک چونه زنی سیاسی و یک بگو مگوی سیاسی در جریان باشه، ولی عملا تا وقتی دولت بریتانیا به رهبری بوریس جانسون این اجازه رو به اسکاتلند نده، اسکاتلند نمیتونه یک همه پرسی دومی برای استقلال از بقیه بریتانیا برگزار کنه. ممنونم ازت برهنگ تاجدین، همکارم از مقابل مقر نخست وزیری. و باید بگم که به محض اینکه آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا صحبت‌هاش رو در شماره 10 دانینگ استریت شروع بکنه، ما به اونجا خواهیم رفت و سخنرانی زنده او رو برای شما پخش خواهیم کرد. اما یکی از در واقع احزاب سیاسی که در این دور از انتخابات خیلی ها روش حساب زیادی می کردند حزب لیبرال دموکرات بود، اما در این دور اونها یک کرسی رو هم از دست دادند در این انتخاباتی که دیروز برگزار شد. اینجا در استودیو با من کاوه بهشتی زاده هست، نامزد حزب لیبرال دموکرات در منطقه براکنل در حومه لندن. آقای بهشتی زاده، عمل کرده نه حزب کارگر نه حزب لیبرال دموکرات که عملا بر سر بریگزیت موضع مشخصی نداشتند خیلی ناامید کننده بوده، تحلیل شما چیه؟ حرف شما کاملا درسته. حزب ما و حزب کارگر نتونست در این انتخابات اون پیام موندن در اتحادیه اروپا رو خیلی واضح به رای دهندگان بریتانیایی برسونه. حزب ما با داشتن سیاست اینکه کل رفراندوم رو کنسل خواهد کرد، اگه بتونیم اکثریت دولت رو در دست بگیریم، اکثریت کرسی‌های پارلمان رو در دست بگیریم، این متاسفانه نتیجه خوبی نداد در دوران انتخابات و در دوران کمپین. شخصا چندین دفعه رای دهندگان با من صحبت می‌کردن و می‌گفتن این سیاست حزب ما سیاستی نادموکراتیک هستش و اینا به حزب ما رای نمیدن. کسان زیادی بودن که از حزب لیبرال دموکرات بودن، ولی به خاطر این سیاست که کل همه پرسی و ما می‌خواستیم کنسل کنیم، چون نتیجه برگزیت به نظر ما، به نظر حزب ما، نتیجه بسیار بدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، و این نتیجه متاسفانه و این سیاست متاسفانه نتیجه نداد. و ما دیدیم که دیشب رهبر حزبمون هم حتی کرسی خودش رو از دست داد. ما انتظار داشتیم که حداقل با داشتن این پیام بسیار واضح که میخوام در اتحادیه اروپا بمونیم بتونیم نزدیک 40 تا کرسی به دست بیاریم، ولی متاسفانه نتیجه کاملا بد شد و 11 تا کرسی به دست آوردیم. یه دونه کرسی از دست دادید و اون یه دونه هم بدترین کرسی بود که میتونستید از دست بدید. جو سوینسن کرسیش رو از دست داد و عملا الان لیبرال دموکرات ها رهبری در پارلمان نخواهند داشت تا تصمیم بگیرن و رهبر جدیدی رو انتخاب بکنن. گفتید که این پیام رو نتونستید منتقل بکنید، یا اون پیام ماندن در اتحادیه اروپا نتیجه یک تحلیل بود، آیا فکر میکنید اون تحلیل غلط بوده؟ وقتی که ما به این مسئله نگاه میکنیم چند تا مسئله بودن. یکی یک پتیشنی بود که در وبسایت پارلمان بریتانیا بود که نزدیک به 6 میلیون نفر به این پتیشن امضا کردن و خواستن که این نتیجه انتخابات، نتیجه رفراندوم رو کلن کنسل کنن، و این چیزی بود که بسیار در مطبوعات بهش پرداخته شد و حزب ما فکر کرد که این سیاست بسیار خوبی و شعار بسیار خوبی برای انتخابات خواهد بود. مسئله‌ای که باید بهش اشاره کرد، عملکرد بسیار ضعیف حزب کارگر بود. ما همش 20 تا کرسی داشتیم وقتی که وارد انتخابات شدیم، البته انتخابات 2017 ما تنها 12 تا کرسی داشتیم. حزب کارگر حزب اصلی اپوزیسیون مخالف بود، حزبی بود که بایستی این پیغام رو میداد. ولی حتی من که کاندیدای
پارلمان بریتانیا بودم. تا الانم نمیدونم وضعیت حزب کارگر در مورد موندن در اتحادیه اروپا و شخص جرمی کوربن چی هستش. هیچ وقت نیومد بگه که آیا خواستار موندن در اتحادیه اروپا هست یا خواستار رفتن بیرون از اتحادیه اروپا هست. تمام حرفش در این مسئله بسیار مهم که چالشی بسیار بزرگ برای کشور بریتانیا هستش، از روز رفراندوم تا الان این بوده که میخواد کشور رو به هم بچسبونه، همه مردم رو با هم دیگه اتحاد کنه و در مورد این همه پرسی که انجام شده و کشور رو به دو قطب تشکیل داده، هیچ موضعی نداره و این بسیار بسیار موضع ضعیفی بود برای رهبر حزب اپوزیسیون که معتبرترین اپوزیسیون تاریخ بریتانیا بوده. و اینو شما نگاه کنید، شکستی که ایشون دادن شکست بسیار مفتضحی بود و متاسفانه سیستم سوسیالیستایی که سر کار هستن، قدرت رو در دست میگیرن، خیلی راحت کوتاه نمیان. هنوزم استعفا نداده با وجود اینکه گفته که میخواد در انتخابات بعدی خودش رو کنار بکشه، ولی هنوز با این نتیجه بسیار بد برای حزب کارگر حاضر نیست استعفا بده. دلیلش هم واقعا من نمیدونم، ولی مسئله عمده در این انتخابات رفتن یا موندن در اتحادیه اروپا بود و متاسفانه حزب کارگر این پیغامو نداشت. ما چندین دفعه، سه دفعه با ایشون صحبت کردیم، میخواستیم با هم دیگه بشینیم و یک قراردادی با هم دیگه امضا کنیم، یک تیمی با هم دیگه تشکیل بدیم که ما ائتلافی تشکیل بدیم که باعث بشه در این انتخابات مردم بتونن به این کاندیداهایی که میخوان در اتحادیه اروپا بمونن رای بدن، ولی ایشون چندین دفعه این درخواست ما رو رد کرد و بسیار جای ناامید، بسیار ناامید کننده بود و نتیجه رو هم دیدیم. آقای بهشتی‌زاده، عملا با این نتیجه که امروز داریم می‌بینیم مشخص هست که بریتانیا از اتحادیه اروپا به زودی خارج خواهد شد، دیگه در مورد این شکی نیست. فکر می‌کنید بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دولت اکثریتی آقای بوریس جانسون با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود و مخالفان او چه حربه‌ای علیه او خواهند داشت، چه اهرمی دستشون است؟ یکی از بزرگترین چالش‌هایی که بوریس جانسون خواهد دید گرفتن قرارداد با اتحادیه اروپا هستش. ایشون چندین دفعه گفتن که تا آخر سال 2020 میتونن به یه قراردادی برسن، به یه توافق تجاری با اتحادیه اروپا برسن، که اکثر تحلیلگران و شخص من معتقد نیستیم که ایشون بتونه این کار رو انجام بده. و اگه نتونه این قولش رو به جا برسونه که بتونه با اتحادیه اروپا به این توافق نامه تجاری برسه وقتی که از اتحادیه اروپا خارج میشیم، این میتونه مسئله بسیار خوبی باشه که بتونه با آقای جانسون از طریق اپوزیسیون حمله کرد. مسئله دوم قرارداد تجاری با آمریکا هستش. ما انتخابات سال دیگه آمریکا رو داریم، با وجود اینکه بوریس جانسون و دونالد ترامپ خیلی به هم نزدیک هستن، شباهت‌های بسیار زیادی با هم دیگه دارن، دوتاشون راست پوپولیست هستن و میخوان سیاست‌های پوپولیستی خودشون رو به جا برسونن، ولی آیا بتونه ایشون به نتیجه یک مسئله تجاری، یک قرارداد تجاری برسه؟ باید منتظر بود و دید. مسئله دیگه هم که هست سیستم بهداشت کشور بریتانیا هستش که در 9 سال و نیم گذشته که تحت رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا بوده خیلی وضعیتش بد شده و ایشون خیلی وعده داده که مثلا 50,000 تا پرستار استخدام کنه، نزدیک 40 تا بیمارستان تازه درست کنه. آیا این کارو میتونه انجام بده یا نه؟ باید موند و دید. ممنونم از وقتی که گذاشتین و اینجا اومدین به استودیو. آقای بهشتی‌زاده، کاوه بهشتی‌زاده، نامزد حزب لیبرال دموکرات در انتخابات. ما در طول روز باز هم برخواهیم گشت به خبر انتخابات، به خصوص که منتظر هستیم بوریس جانسون در مقابل شماره 10 دانینگ استریت بیاد و صحبت بکنه. منتظر باشید، در زمان صحبت او ما باز خواهیم گشت. اما بریم سراغ خبری از ایران. چارلی ویمار نماینده سوئد در پارلمان اروپا خواستار واکنش اتحادیه اروپا به سرکوب اعتراض‌ها در ایران شده. آقای ویمار قبلا هم به نقض حقوق بشر در ایران و اونچه سرکوب‌های سازمان یافته در ایران می‌خوند در نامه ای از ریاست پارلمان اروپا خواسته بود که در نشست هفته آینده پارلمان در استراسبورگ یک دقیقه سکوت بکنند به احترام جانباختگان قربانیان سرکوب‌های اخیر در ایران. ساعتی پیش از چارلی ویمار نماینده سوئد در پارلمان اروپا از بروکسل درباره واکنشش به حوادث اخیر ایران پرسیدم. Well, the footage that has been coming out of Iran. تصاویری که از ایران بیرون اومده طی ماه گذشته به معنی واقعی کلمه شوکه کننده هستند. تظاهرات هایی که انجام شده و واکنش ها و سرکوب این تظاهرات خارج از تناسب بوده، بی‌رحمانه بوده.
کشورهای اتحادیه اروپا در اون منشور لیزبون متحد شدن که در جهت حقوق بشر کار کنن، مخصوصا در جهت حقوق کودکان، و برای عمل به این تعهد به نظر من کار درست برای اتحادیه اروپا این هستش که هفته آینده یک سکوت یک دقیقه‌ای طی اجلاسش برگزار بکنه به همین مناسبت سرکوب ها. یک سکوت یک دقیقه‌ای خیلی اقدام در واقع نمادینی به نظر میرسه. آیا فکر میکنید که نتیجه در عمل هم خواهد داشت؟ این بخشی از یک تلاش وسیع‌تر هستش برای توجه دادن به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران و تاباندن نور بر وضعیتی که مردم ایران بهش دچار هستند. ما امیدوار هستیم که این باعث بشه عاملان اون سرکوب ها پاسخگو بشند. امیدوار هستیم که این به تلاش های کمک بکنه که افرادی که بازداشت شدن توسط مقامات ایرانی بازداشت آزاد بشن، و اگر این اینها هم کمک نکنه به نظر من اتحادیه اروپا باید فکر کنه که آیا تحریم های هدفمند علیه کسانی که مسئول این کشدار طی ماه گذشته بودن هم یک انتخاب و گزینه خوب هست یا نه. اصولا ایران واکنش چندان مثبتی به فشارهایی که از طرف کشورهای اروپایی در زمینه حقوق بشر وقتی بهش میاد نمیده، و عملا دیروز هم که صحبت‌های افرادی که حاضر بودن فعالان حقوق بشر در پارلمان اروپا و درخواست‌هایی که می‌کردن این بود که اتحادیه اروپا سکوت کرده معمولا، یعنی رهبران اتحادیه اروپا معمولا ترجیح دادن سکوت بکنند و سیاست رو در اولویت خودشون قرار بدن پیش از این که مثلا حقوق بشر رو ببینن. آیا فکر میکنید باید منتظر تغییری در مواضع کشورهای اروپایی در قبال ایران در زمینه حقوق بشر باشیم؟ اون چه که من توسط بعضی از نمایندگان عالی اتحادیه اروپا دیدم مقداری تشویق‌آمیز بوده. الان کسی که جایگزین فدریکا موگرینی شده موضع‌گیری هایی کرده که خود خانم موگرینی نکرده بود در محکومیت خشونت ها در ایران، ولی فکر می‌کنم اقدامات خیلی بیشتری میشه انجام بشه، با اینکه فکر میکنم که به تمام نظراتی هم که او گفته لزوما همون مواضع اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر نیست و مردم ایران همون مواضع ندارن، برای که مردم ایران الان احتیاج به حمایت بیشتر دارن. اونها هستن، مردم هستن که زیر فشارها قرار دارند، و این چیزیست که رهبران اروپایی باید بهش فکر کنند. چارلی ویمار بود، نماینده سوئد در پارلمان اروپا. اما در خبر دیگه، آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق موج اخیر کشتارها و روبودن معترضان را در این کشور محکوم کرده. او از دولت خواسته دسترسی وسیع به اسلحه را محدود کنه و ترتیبی بده تا عراق از شبه نظامیان خارج از حوزه اقتدار دولت رها بشه. آیت الله سیستانی از نیروهای مسلح و سرویس‌های امنیتی هم خواسته از مردم محافظت کنند. عراق در هفته‌های گذشته صحنه اعتراض‌های گسترده به فساد مالی و کمبود خدمات عمومی بوده. اعتراض‌هایی که با وجود وعده‌های دولت برای اصلاحات گسترده‌تر شده و کل ساختار نظام سیاسی را هدف گرفته. تلاش نهادهای برگزار کننده انتخابات در افغانستان برای شکستن بحران موجود باز هم موفق نبود. کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات نشستی با نمایندگان نامزدان برگزار کردند تا راه حلی برای بحران پیدا کنند. کمیسیون انتخابات گفته آماده است که نتایج ابتدایی رو اعلام بکنه. نامزدهای معترض میگویند که این کار کمیسیون بحران رو جدی‌تر میکنه. روین رهنوش از کابل گزارش میده. کمیسیون رسیدگی و شکایات انتخاباتی وارد عمل شده. برای پایان دادن به جنجال انتخابات ریاست جمهوری. بسم الله الرحمن الرحیم. هرچند نشست امروز هم بارها به تنش کشیده شد. تنش هایی که به نظر می رسد کمیسیون های انتخاباتی را کلافه کرده. نگذاریم کمی انتخابات به بن‌بست بره. باور کنید اگر این بار انتخابات به بن‌بست برود، این سومین بار انتخابات ریاست جمهوری می شد. دیگر فاتح جمهوریت را باید خوان. مستقل انتخابات
کمیسیون انتخابات هم در تصمیمش برای اعلان نتیجه جدیتر و شمارش معکوس آغاز شده. من پدر جرأت سرم من نتیجه در انتخابات و اعلانم. ما با جرأت نتیجه انتخابات را اعلام میکنیم. نتیجه قسمی و ابتدایی را. هر کس مشکل دارد، قانون، اصول، محبس و دیگر گزینه ها در اختیارش است. 88 این بار بیشتر انتقادهای کمیسیون طرف دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله است. هفت ولایت فعلا برای ما اجازه نمیدی. آیا استقلالیت ما را زیر سوال نمیبرد؟ برای تیم ثبات و همگرایی که ناراض اصلی است، آنچه کمیسیون میگوید پذیرفتنی نیست. همه میفهمد چون بحث افهام و تفهیم وجود نداره، این مشکل نیست. بحث این است که کسی حاضر نیست قبول بکنه بپذیره الزامات قانون را. با تخطی و تقلب هر کس بیا اینجا رئیس جمهور شد. این نشست هم چیزی از نارضایتی دسته های انتخاباتی معترض کم نکرد. در حالی که دسته انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی کار را تمام شده می داند. دوی تکنیکی کار خلاصه. معنی که موجود سیاسی معنی ده. کار تکنیکی کمیسیون تمام شده و فعلا تنها مانع سیاسی باقی مانده که در اینجا جای ندارد. بروید 5 سال بعد دوباره بیایید بخت آزمایی کنید. انتظار می رفت نتایج انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته اعلان شود که نشد. عبدالله عبدالله هم هشدار داده اگر به خواسته هایش رسیدگی نشود در برابر اعلان نتیجه بی تفاوت نخواهد ماند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. مهارت ساختن و نواختن ساز دوتار و ماساژ تایلندی به فهرست میراث معنوی بشر یونسکو اضافه شد. 14th نشست دوره‌ای کمیته میراث ناملموس بشری یونسکو در بوکوتا، پایتخت کولومبیا چند روز است که شروع شده و فردا تمام میشه. 42 اثر ناملموس برای ثبت در فهرست ویژه این سازمان بررسی شدن. مهدی بگی گذاشت. فشار، مالش و چرخش و قلنج هایی که می شکنند. بدن های خشک و خسته ای که نرم و راحت می شوند. اما این دیگر اسمش تنها ماساژ نیست. کاری فرهنگی است. در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده. همین امروز در 14th نشست این سازمان در بوگوتای کولومبیا. ماساژ تایلندی، سنتی قدیمی که از زمانهای دور برای درمان روستاییان و دردهای ناشی از کار سخت کشاورزی استفاده می شد. یونسکو می گوید این سنت قدیمی باید برای آینده حفظ شود. هر سال تعداد زیادی از سنت‌ها، ورزش‌های باستانی، هنرها، سازها و غذاها در نشست سالانه یونسکو برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی این سازمان بررسی می‌شوند. امسال این رقص برزیلی که آمیزه‌ای از هنر و مذهب و تاریخ است هم ثبت شد. و همینطور هنر سفالگری مکزیک. این کمیته این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که در مورد مسائل خاص و مهم روز هم صحبت کنه. به عنوان مثال به مسئله تغییرات آب و هوایی اشاره میکنم و تأثیرش روی میراث ناملموس جوامع و همینطور در مورد دوران پس از درگیری در مناطقی که جنگ هست. از ایران امسال دوتار برای ثبت معرفی شده بود که پذیرفته شد. یونسکو دوتار را عنصری فرهنگی خوانده که به اصل همزیستی مسالمت‌آمیز توأم با احترام و درک متقابل میان نواحی و کشورهای همسایه کمک کرده.
دوتار از قدیمی ترین سازهای موسیقی نواحی ایران به شمار می رود و عموماً در استانهای شمالی توسط اقوام ترکمن و اهالی خطه هایی چون خراسان، مازندران و گلستان نواخته می شود. تا حالا 14 اثر از ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شده. از جمله کمانچه، ورزش باستانی و حتی نان لواش، میراثی مهم که یونسکو میگوید باید برای حفظ آنها تلاش کرد و آنها را به دست آیندگان سپرد. ماساژ تایلندی با نوای دو ایرانی، میراثی که حفظشان جان بشر را تازه میکند. مهدی بیگی، بی بی سی. ما در بی بی سی فارسی و همچنین صدها خبرنگار در خیابان داونینگ استریت همونطور که میبینید همچنان منتظر بوریس جانسون هستند که از شماره 10 داونینگ استریت بیرون بیاد و سخنرانی بکنه. خیلی طولانی شده، ابتدا گفته میشد که قرار ساعتی پیش انجام بشه، حالا همچنان چشما به این در هست تا باز بشه و اولا بوریس جانسون از اون بیرون بیاد و صحبت بکنه. او موفق شده حزب محافظه‌کار رو رهبری بکنه در یک در واقع روزگار تاریخی و یک پیروزی بسیار تاریخی رو با اکثریت 364 کرسی در پارلمان به دست آورده و همینطور یک شکست سنگین رو به حزب مخالف، حزب کارگر وارد کرده. حزب کارگر نزدیک 60 کرسی رو در پارلمان از دست داده. ما همچنان منتظر این هستیم که ببینیم آیا بوریس جانسون قصد داره بیرون بیاد و صحبت بکنه. ما سعی خواهیم کرد به هر حال در بخش‌های بعدی خبر بیشتر راجع به این خبر به شما بگیم و ببینیم که چه پیش خواهد اومد. باز هم به ما بپیوندید و ما بیشتر و بیشتر در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد. ممنون از اینکه بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید و من از شما خداحافظی می‌کنم.